زدم وقتی میزنید شپرق اینجوری میچسبه. نگاه کنید، نگاه کنید، اینا نمیفته. میبینید اینجوری باید بشه که تو مایتابه. اگه خواستید داخل من ببینید چی قشنگ یه دست خوشگل. میبینید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما رفقای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما خوبیم، فقط استرالیا هوا گرمه. میخوام بهتون یه کباب ماهی تابه یه دو آتیشه یاد بدم. جزء کباب تو ماهی تابه هست که خیلی خوشمزه است. عزیزایی که تو امریکا همین گوشت گوسفند نیست، اینو میخوام با گوشت گوساله صرفا بهتون آموزش بدم، با چربی کم و یک غذا سالم. خب کارمو شروع میکنم با مواد اولیه. گوشت گوساله دارم مخلوطه و اینکه چربیشم روی 14-15% خیلی چربی کمی داره. اینم جعفری خشک شده است که همه جا میتونید به راحتی تهیه بکنید. ادویه کاری داریم، فلفل سیاه داریم، پودر سوخاری داریم و 3 دونه پیاز. این فلفل ها تای چیلی آتیش خالیه، فلفل سبز هم داشتید فرق نمیکنه، فلفل تون میخوایم. 2 حبه سیر داریم، 3 دونه پیاز، 2 تاشو میزنیم و یکیشم برای مزه خوری کنارشه. حالا اینی که اینجا دارم دقیقاً 550 گرم گوشته. کارمو چیکار میکنم؟ با انتقال اینا به این شروع میکنم. این از گوشتمون این انتقال پیدا کرد، ترانسفر شد، میام سراغ سبزی خشک. 1 و 2 تا قاشق. بعضیا حالا سوال میکنن سبزی تازه میشه؟ توی این سبک از سبزی خشک استفاده کنید که طعم خاص خودشو داره. ادویه کاری برای 1/2 کیلو، 1 قاشق چای خوری، فلفل سیاه، این ببینید سایده شده نیستش، این کرش شده است، اینم 1 قاشق، و همینطور نمک برای 1/2 کیلو، اینم تقریبا فکر میکنم نمک به اندازه لازمه، اینم از این نمک فکر میکنم کفایت میکنه. میام سراغ پودر سوخاری، 1, 2 و 3 تا قاشق چای خوری، یه دونه هم اضافه میکنم. حالا ببینیم چطور پیش میره. این از این تا این مرحله، و مرحله بعد میام سراغ سیرم. 2 حبه سیرم داریم. این سیر، حالا کسی که از سیر خوششون نمیاد، این بوی زخم گوشت گوساله رو کنترل میکنه برامون. ماشاءالله چه سیری هم حسن، 2 کیلو سیر اومده توش بیرون، جادوگریه. خب این هم از سیرمون. حالا میام سراغ فلفل، این رو بذارم کنار، تیزی رو بیارم. از این چاقوامون یه تعداد خیلی کمی مونده. اگه میخواید از من یادگاری داشته باشید، من بالای چندین هزار تا از این چاقو فروختم. اگه میخواید از من یه یادگاری خوب داشته باشید، میتونید به وبسایتم بیاد، لینکش هم تو دیسکریپشن میذارم، و این چاقو خرید بکنید. میام سراغ فلفلمون. فلفل وسط اینجوری باز میکنیمش و سعی میکنیم تخماشو در بیاریم. این از این. البته به تای چیلی من دست زدم، دیگه باید 5-6 بار دستمو بشورم. این از این. میام سراغ فلفل. این چاو تو مایتابه بازاریه و تنده. وقتی که اینو میخوری به خاطر این تندیش اشتها 2 برابر میشه. این چاو تو مایتابه خیلی راحت درست میشه و تمام مواد اولیه‌اش هم در اختیار همه هستش. حالا ممکنه میشه از فلفل پودر استفاده کنیم؟ نه، لطفاً استفاده نکنید، فلفل تازه استفاده کنید، رسیپی رو دنبال بکنید. خب اینم از این. من اون یکی فلفلم بعدم بهش میزنم، تند میشه. حالا کاری که میکنم، میرم سراغ ماساژ دادنش قبل اینکه پیازو بخوام بهش اضافه بکنم. نگاه کنم، چون سبزیم باید تو تمام قسمت‌های گوشتم وجود داشته باشه. فکر میکنم یه مقداری سبزیم کمه، یه پینچ دیگه هم ازش ور میدارم. اینو به اندازه 2 دقیقه ورز میدم و برمیگردم. ببینید گوشته به چه انسجامی رسید. وقتی اینجوری ورش دارید شاپالاخ بکوبید اینجا، نترس من اینجا، اینجوری شاپالاخ بکوبید میبینید قشنگ منسجم، از همدیگه هم باز نمیشه. اینم از پیازمون، میریزمش داخل دستگاه. رندش هم نمی کنم چون میخوام سایزش یه مقداری درشت در بیاد. ببینید اگه پیاز زیاد رنده بشه یا تو میکسر بریزید، حالت محو، اصلا هیچ کاری انجام نمیده. کار پیاز اینه که میره لابلای بافت گوش، انسجامشو از هم میگیره. وقتی که یه گاز به کباب میزنی تو دهنت ملت میشه، آب میشه. اما اگه پیازو بکنیش کف، دیگه فایده نداره. حالا بهتون نشون میدم.
این کارم شما نکنید، کار خطرناکه. خب اینو من ضربه میزنم که زودتر از هم دیگه باز شه، ولی کار خطرناکه، لطفا شما این کارو تو خونه نکنید. اینجا خیلی ها رو زده ناقص کرده، شکمشون رو برده، سینه‌شون رو برده، کار خطرناکیه. سعی میکنیم ما چیز بد به مردم یاد ندیم. ببینید آب پیاز رو میگیریم، ولی خشک خشکش هم نمیکنیم. چه پیاز آبداریه اینا. ها ببینید این از پیاز آب گرفته شده. اینم من آبش رو بگیرم و برگردم. عجب پیاز بیشرفیه، چشمون من اصلا چشم نمیسوزه با پیاز. این اصلا به نرمون داره بود. ببینید وقتی که در مورد پیاز دارم صحبت میکنم، منظورم این اندازه است. ببینید اینو، میبینید این پیاز میتونه انسجام گوشت رو ازش بگیره. یعنی ما وقتی که ما بین بافتای گوشت میره دیگه سفت نمیشه، حتی وقتی که پخته میشه. حالا میریم تو کار چنگ زدن. این چنگ زدن هم خیلی مهمه. نگاه کنید وقتی به گوشت چنگ میدنید، البته خانم‌ها خب یه مقدار قدرت بدنیشون کمتر از آقایونه، ولی به هیچ عنوان از میکسر و غذاساز استفاده نکنید اگه میخواید طعم واقعی این کباب تو مایتا داشته باشید. اونقدر اینو همش میزنید تا پیازا محو بشن بین گوشتا. وقتی که محو شد برمیگردم، خودمونم فعلا محو میشیم. ببینید این الان آماده است، پیازم بهش زیاد زدم. وقتی میزنید شپرق اینجوری میچسبه، نگاه کنید میبینید میچسبه، میبینید این یعنی آماده شده. اما اگه این خوب نباشه، وقتی که میزنید از هم دیگه جدا میشه و ترک خیلی روش میفته، یعنی این که دیگه به قول معروف این ملو شده. حالا میرم مایتابا رو میارم و میریم برای آماده سازی. نگاه کنید اینا نمیفته، میبینید اینجوری باید بشه کباب تو مایتابه. اگه خواستید داخل مغازه نگه دارید برای مشتری سرو کنید، حتما پلاستیک 100% پلاستیک توش بکشید، یخچال دمای 4 درجه زیر صفر تا 2 روز هم میتونید نگه دارید. چون پیاز خورده بهش زنده است، بیشتر نگرش ندارید، چون پیازش هم ما رست ندادیم. خب این از این، ببینید این آماده شد. ولی چیزی که مهمه، حالا این آب میشه کوچیک میشه، ببینید چیزی که مهمه نگاه کنید کناره هاست. کناره ها رو همیشه تمیز کنید تو کباب تو مایتابه. میبینید این کناره ها خوشگل مشکل. ببینید اینم از این. حالا چرا میگیم دو آتیشه؟ یه آتیش زیرش میپزه و یه آتیش هم روش رو میخوام بپزم. این از این آماده شد. و حالا کاری که میکنیم، میام سراغ پیاز یکی و دو تا اسلایس پیازم کفایت میکنه. اینم آروم میندازید کنار هر کدومش، فقط یه حرارت بخوره. و گوجه فرنگی هم الان برش میزنم میندازم روش دیگه، میریم دو آتیشش کنیم با هم دیگه. فقط یه مطلبی رو بهتون بگم، به هیچ عنوان نه آب داخلش بریزید و نه روغن. حرارت رو کم کم سوزنی بکنید. وقتی که حرارت سوزنی باشه، میبینید آروم آروم چربی که تو بافت گوشته و آب پیاز در میاد و باعث پختنش میشه. و میریم سراغ مرحله بعد. دوستان فقط اینجا رو ببینید، میبینید این آب پیاز و آب گوشته و همینطور چربی که داخلش هست، هیچی بهش اضافه نکردم، خودش آب میندازه و بعد به این شکل در میاد. میبینید دیگه به این شکلی که در اومد آبش کاملا خوش شد، دیگه زیرش رو خاموش میکنیم میریم برای مرحله بعد. ببینید به این مرحله که رسید خودش آب میندازه، آب پیازا خارج میشه، آب گوشت چربی خیلی باحال. میبینید به آرومی داره میپزه. به به اینجاست که میگه باغ آباد انگوری. بیایم اینجا، به به اینجا رو نگاه کن. آبش که خوش شد تقریبا یه مقداری کمتر از این شد، میریم دیگه دو آتیشش کنیم. اینم کباب تو مایتابه قهوه خونه ما. به به ببین چه جلد جلد میکنه. این یکی رو ببین. دوستان بالا رو نگاه کنید، فقط بالا فر رو روشن کردم. حالا دو آتیش شدنش اینجوریه، وقتی که این کباب تو مایتابه رو میخورید انگار هم کوبیده میخورید هم کباب تو مایتابه. میذارینش اینجا به این شکل و در فرم نبندید، فقط حرارت از بالا تابشی بهش بخوره و بپزتش. خیلی ساده و راحت. حالا پخت بهتون نشون میدم، زمان پختن بهتون نمیدم، باید بالا سرش وایستید، تقریبا 7-8 دقیقه طول میکشه. خب ببینید چه قشنگ یه دست خوشگل. میبینید روش هم کرسپی شده، صداشو متوجه میشید، نگاه کنید کرسپی شده کاملا. اما
اما حالا براتون یه تست کوچیک میگیرم. این از این، یه تیکه هم اینجای برشته و مشتیش بذارم، این هم از این، و یه تیکه گوجه فرنگی. این گوجه فرنگی هم کاملا وقتی که میره داخل فر میپزه و خوشمزه میشه. این هم از این. البته اگه این لقمه رو من بزنم دیگه فیلمو نمیتونم ادامه بدم. و اینکه از اینم بهتون نشون بدم، اینم کوچیک است. ببینید کباب آبداره، نگاه کنید اینجا، نگاه کن، بذار یه فشار بدم بگیانی، ببینید آبدار، جوسی و خوشمزه. روش هم کاملا برشته شده. بذارید بخورم و صادقانه بهتون بگم، نگاه کنید اینجا رو ببین. آه amazing، تو دهن آب میشه، یعنی نه لاستیکیه نه اینکه سوسیسی شده، خیلی خوشمزه است، خوشخوراکه. اما فقط یه چیز بهتون میگم، پیازتون رو زیاد لهش نکنید. امیدوارم که این کاپتون وایتو هم درست بکنید، بزنید حالش رو ببرید، فیلم ما رو اشتراک گذاری کنید، کمک کنید بشه این پیج ما 230,000 نفر، 23,000 نفر دیگه میخوادش. لطفا اگه تا الان سابسکرایب نکردید این کارو انجام بدید. دوستتون دارم، دمتون گرم، به خدای بزرگ میسپرمتون. عجب کباب تو مایتابه ای، عجب کبابی جانم.